دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری MMA، درود بر شما. بریم به شهر اسکندریه مصر، محل برگزاری رقابت‌های بین‌المللی جام ابراهیم مصطفی، فینال وزن 79 کیلوگرم. دلاور کشورمون امیر حسین کاووسی با دانه آبی خودش رو به فینال رسونده در مقابل کشتی‌گیر از گرجستان آبتاندیل کمتسادزه. ببینید دلاور کشورمون چه میکنه در مقابل کشتی‌گیر. کشتی گرجستان با دانه قرمز داره کشتی میگیره و کاووسی با دانه آبی تاثیر کرگر از دهمه توی کار میرفت که تعادل کشتی‌گیر گرجستان رو به هم بزنه. داور تذکر میکنه ضربه نزنه هنگام اجرای فنون و کش و گسها. گاردش رو کاملا پایین آورده، تو کشتی قبلی یه مقدار گاردش بالا بود و دو سه بار زیرگیری کرد کشتی‌گیر حریف. حالا دست زیر که سعی میکنه و کبیر رو اجرا کنه. کشتی‌گیر گرجستان هم دست رو داده لای رون که نتونه فن خودش رو به اجرا بذاره. کاملا گاردش رو پایین آورده کشتی‌گیر ما. کشتی‌گیر گرجستان یه مقدار قد قواش کوتاه‌تر مثل که روس‌ها میرفت که کشتی ما رو پیش بندازه، یه زیر خم دو خم و فکر میکنم چارتایی بدم بهش. یه لحظه رو پل نگه داشته، بله چارتا رو میگیره، باید رها کنه خوش رو، سعی میکنه رو پل ببره و ضربه کنه کشتی‌گیر ما رو. فشار زیادی داره میاره کشتی گرجستان، بعد جای گیر افتاده، باید خوش رو رها کنه. همین درسته، میتونه پا رو تو همون شرایط نگه داره تا داور سرپا بده، نیازی نداره ریسک کنه و بخواد فرار کنه از این محلکه. اونو کشتی گرجستان سعی میکنه تو همون شرایط میرفت که سرگردن رو هم گرو بگیره. ما یه کلید با انداز رو جمع جور کرده، فشار زیادی داره میاره، ما یه کلید با انداز رو جمع کرده میره و یه بارانداز موقعیت بعدی گیر افتاده. 6-0 بارانداز بعدی رو هم میزنه، 8-0 میشه در همین ابتدای کار. کشتی‌گیر گرجستان بعد جور کشتی‌گیر ما رو گیر انداخت، بچه کشتی 8-0 اگه یه بارانداز دیگه میخواد کار تموم بود. امیدواریم به کشتی برگرده داره برای ما. کشتیگیر دست و پا بسته اینه، نایب قهرمان جهان شده این کشتیگیر. یه لحظه رو میرفت برای زیرگیری، چقدر زیرک و هوشیار و چالاک این کشتیگیر. امیدواریم ما یه دو تایی بگیریم کشتیگیر ما به کشتی بر میگرده. حالا یه دست رو سعی میکنه یه فتح پا بریم چارتا میدن یا دوتا. بله چارتایی زیبا میگیره، یه فتح پای زیبا زد. حالا میره برای بارانداز، به کشتی بر میگرده دلوان کشور بود. 8-4 فشار زیادی آورد، ولی خب خوب مقاومت کشتی گیره گرجستان. نایب قهرمان جهان شده کشتی گیر و کشتی سختی داره دلوان کشورمون در واقع. این کشتی گیر ببینیم چه میکنه در ادامه کار. بچه کشتی 8-4 در ابتدای کار رفلکت و 8 امتیاز از دست داد، ولی با یه فتح پای زیاد بالا به پل زد و چارتا گرفت. بچه کشتی 8-4 حالا امیدوار میشیم به ادامه کشتی. 30 ثانیه تا پایین کشتی دست دقیقه و زمان داریم. سرعت بالایی داشت کشتی و زمان به سرعت سپری شد. یک بریم تو سرشاق نسته هم دیگه کار میکنم. کشتی گرجستان سعی میکنه زیر کتف بزنه، یه دست از کشتی گرجستان گرو گرفته تو کشتی ما نتونه فنون خوش رو به اجرا بذاره. خب 30 ثانیه وقت ساعت فرا میرسه، به کشتی باید نزد مربیای خودشون برن. امیدواریم توصیه لازم رو به درستی بهش بدن. احسان امینی مربی زحمت کش کشورمون، ببینید چه تاکتیکی در نظر میگه. برای 3 دقیقه دوم در مقابل نایب قهرمان جهان کشتی میگیره و با سن کم و تجربه کمش امیر حسین کاووسی کار سختی داره. دوستان پیج اینستاگرام حسین نظری MMA، اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به کشتی‌گیر عزیزمون رو پیگیری کنی. خب دوباره تذکر میکنم که تن بدنش رو کاملا خوش کنم و باز هم درست خوش نکرد بدن کشتی‌گیر گرجستانی رو. ما منتظریم تا مربی ها تو جایگاه مخصوص خودشون بیستن و اینجا مسئولیت داور 3 دقیقه دوم آغاز میشه. فینال و زفت و نوکی نگرمه نقاط های بین المللی مصر اسفند ماه 1401. جوعت کشتی‌گیر گرجستان بالاست، نایب قهرمان جهان در مقابل
کشتیگیر کم تجربه ما، ولی خب تا به اینجا کار خوب کشتی گرفته در برابر کشورمون. در ابتدای کار یه لحظه غافلگیر شد، 8 امتیاز از دست داد، یه لحظه گوشی زیرگیری نشون داد، زیر یه خم دو خم ببینیم میتونه بالا به پل میزنه. ببینیم اگر 4 تایی بدن خیلی عالی میشه، دو تا دادن. یه لحظه اگر عجله نمیکرد 4 تایی رو گرفته بود. خوب زیر یه خم رو به دو خم تبدیل کرد و رفت و ماهی درخت کرد، ولی خب یه لحظه عجله کرد و دو تا گرفت. چه کشت 8 بر 6. خب به کشتی بر میگرده در آبای کشور بود. یک بار دیگه گست سنگی کشتی گیره برجستانی سعی میکنه جدا کشتی بگیره. شهرشاه حالا یه گست سنگی از کابوسی گاردشو کاملا پایین آورده، نشسته کلن جانوها رو به زمین زده تا زیرگیری نکنه در آبای کشور. یه گوش سرگردن کار میکنه، زیر کت میزنه تا راه رو به اجازه فرو خوش باز کنه، فقط نمی کاردش رو بالا بیاره. حتی قبل کشتی گرجستانی هم کوتاه‌تره و بهتر میتونه زیرگیری کنه. حالا سعی میکنه زیر کت بزنه کشتی گرجستان. کشتی ما از اومد یه دست رسول گره گرفته تا راه رو ببنده روی کشتی گرجستان. چه کشتی همچنان 8-0 ادامه داره. امیدواریم دلاور کشورمون به مدال طلای این دور از رقابت ها برسه. ما این دوتایی میخواییم مساوی هم بشیم، ما برنده میداریم. هر دو کشتیگیر یکی 4 تایی دارن. یه خاک بگیر از این کشتیگیر، ما برنده میدان خواهیم شد. یه لحظه حالا یه زیرگیر نشون دار خیمه سنگین کشتیگیر ما رها میکن خوشت رو کشتی گرجستانی. میتونه یه مقدار انرژیش رو ذخیره کنیم ثانیه‌های پایانی. ما یه دوتایی میخواییم، نیازی نداریم زیاد ریسک کنیم، ما فقط برنده میخواییم، نیازی نداریم امتیازات زیادی کسب کنیم. به زیر 1 دقیقه رسیدیم، گارد کشتیگیر ما کاملا پایین. یه گوس یه زیر دو خم ببینیم میکنه یا نه. هنوز نتونسته، نباید عجله کنه، نباید عجله کنه. حالا کشتیگیر گرجستانی سعی میکنه با بلندکاری رو کنه و کشتیگیر ما رو خاک کنه. کشتیگیر از تشک خارج میشن، یک امتیاز میدن به کشتیگیر ما، یک امتیاز میدن به کشتیگیر ما. خوب مسلط شده بود، کش عجله نمیکرد. کشتیگیر گرجستان کاملا خسته نشون میده. 37 ثانیه و ما یه دوتایی میخواد، ما یه دوتایی میخوام. اگر ما الان مساوی بشیم با خروج از توشه، دوتا تک امتیاز داریم و ما عقب میفتیم. یه خاک میخوایم. 25 ثانیه، دستی که روم جلو زیر دو خم یک بار دیگه. آره کشتیگیر گرجستان سعی میکنه دور بزن بعد کنه خاک میکنه کشتیگیر ما رو و خودش هم افسوس میخوره. کشتیگیر ما خودش هم افسوس میکنه که چه اشتباهی کرد. خب کم تجربه هستش و در مقابل نایب قهرمان جهان داره کشتی میگیره. کشتیگیر ما زیاد خورده نگیری دوستان، لطفا با کامنت های منفیتون بار منفی و انرژی منفی ندیم به کشتیگیر عزیزمون. یه بند سرشاق رسی هم نکار میکنن. به وضع 8 ثانیه رسیدیم، باید بره دیگه، باید زمان زیادی نداریم، ولی خب نه. 3-2 و تمام. خب تبریک میگیم دلاور کشورمون، تونست مدال نقره این دور از رقابت ها رو به گردن بندازه. خسته نباشید میگیم، من امیدوارم شما هم از دیدن کشتی های زیبای عزیزانمون لذت برده باشین دوستان. خب دوستان تا دور دیگر، تا کشتی های دیگر.